های به همه، امیدوارم حالتون خوب باشه. ویدیو جدید داریم و میخوایم ببینیم که چطوری زبان رو یاد بگیریم تا هم بهتر تلفظش رو یاد بگیریم، بهتر توی ذهنمون بمونه و اینکه املاش رو هم تا حدی مسلط بشیم. به خاطر همین اسم این ویدیو رو گذاشتم ای کاش از اول اینجوری زبان رو یاد میگرفتم. این تکنیکیه که من خودم خیلی دوست دارم و باش خیلی راحتم، چون به زبان آموزم فشار نمیاد و احساس راحتی میکنه با یاد گرفتن زبان. اگه منو سابسکرایب نداری همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و بریم سراغ آموزش زبانمون. خب میخوایم به انگلیسی بگیم من پایه‌ام یا همون من اوکی‌ام. میگیم I'm game. I'm game. تلفظش رو میبینیم و با هم تکرار کنید. I'm game. این جمله در حقیقت I am game بوده، ولی تو انگلیسی مخفف میکنیم میگیم I'm game. من پایم. میخوایم بگیم چه خبر؟ چه خبر که توی فارسی هم میگیم چه خبر ها؟ باید توی انگلیسی بگیم What's up? What's up? تلفظ که اومد با هم تکرار کن. What's up? مثل همون نرم افزار واتساپی که داریم، معنیش میشه چه خبر. یه جورایی داریم خبر از بقیه میپرسیم. What's up؟ میشه چه خبر؟ میخوایم بگیم عمرن. اصلا امکان نداره. حالت تعجب بگیم عمرن. باید بگیم No way. ببینید چون تعجب حالت تعجبه، باید حتما به همون فرمت بگید. بگید No way. با هم تکرار کن. No way. No way معنی تحت لفظش یعنی راهی نداره، که همون عمرن خودمون میشه. No way. میخوایم بگیم با کمال میل. حتما. باید بگیم By all means. By all means. تو هم همراه هم بگو. By all means. یعنی با کمال میل و حتما. بریم سراغ بعدی. میخوایم به یه نفر بگیم خوش بگذره بهت، یا همون خوش باشی خودمون، خوش بگذره بهت. باید بگیم Have fun. Have fun. Fun به معنی سرگرمیه. داره میگه سرگرمی داشته باشی. ولی تو فارسی ما میگیم خوش بگذره. پس Have fun به معنی خوش بگذره. میخوایم به انگلیسی بگیم هولم نکن. بهم استرس نده، روی هولم نکن. میگیم Don't rush me. Don't rush me. تلفظ که اومد همراه هم بگو. Don't rush me. حالا سریعتر یه بار با هم بگیم. Don't rush me. هولم نکن. Rush به معنی عجله داشتن هست. میخوایم بگیم بهم زنگ بزن یا با هم تماس بگیر. به انگلیسی باید بگیم Hit me up. این اصطلاحات رو احتمالا توی فیلم های انگلیسی بیشتر میشنوید. من سعی کردم عبارات کاربردی بیارم که همه جا به کارتون بیاد. Hit me up میشه به من زنگ بزن. و بدونید که این یکم غیر رسمیه. اینفورماله یا همون غیر رسمی. Hit me up. مثلا به دوستتون باید اینو بگید، نه به رئیستون. هوا تو دارم. میخوایم به یه نفر بگیم هوا تو دارم. همون حواسم بهت هست، هوا تو دارم. میگیم I got your back.
I got your back. با هم تکرار کن یه بار. I got your back. لازم نیست اول سریع تلفظ کنی. با هم آروم آروم تمرین کن. هر موقع سرعتت رفت بالاتر تو هم سریعتر بگو. I got your back. Back میشه پشت. میخوایم بگیم همین که گفتم. همون مرغ من یه پادار است. همین که گفتم. میگیم end of a story. End of a story. نکنین استوری رو نکنین. لازم نیست بگید استوری. End of story. میشه همین که گفتم. یا همون حرف آخرمه توی فارسی. End of story. میخوام به یه نفر بگیم به خودت مسلط باشی. یه نفر عصبانی شده. اعصابش خورده. خب میگیم به خودت مسلط باش. میگیم get a grip. Get a grip. تلفظ که اومد همراه هم بگو. Get a grip. میشه چی؟ میشه به خودت مسلط باش. Get a grip. بریم بعدی. میخوایم بگیم باهاش کنار بیا. یه موردیه که میخوایم به یه نفر پیشنهاد بدیم باهاش کنار بیا آقا جان. بگیم get over it. Get over it. تکرار کن همراه هم. Get over it. یه جوری معنی نمیده که ازش رد شو. بیخیالش شو. باهاش کنار بیا. Get over it. میخوایم بگیم واقع بین باش. واقعیت ها رو ببین. باید بگیم get real. real به معنی واقعی حقیقی و میگیم get real یعنی واقع بین باش. با هم تکرار کن. get real به معنی واقع بین باش هست. get real. سعی کن با هم چند بار تکرار کنی چون تأثیر داره واقعا. ولم کن. یه نفر به شما گیر داده داره اذیتتون میکنه میخواد بهش بگید ولم کن. میگین get off me. get off me. حالا تلفظ اومد شما یه بار هم با هم بگید get off me. حالا سریعش رو بگیم get off me. با یه حالتی هم باید بگید که خب میخواد بگید ولم کن دیگه. حس داشته باشه. get off me. ولم کن. میخوایم به یه نفر بگیم مغرور نباش. یا توی فارسی به قول خودمون اینقدر مغرور نباش. میگیم get off your high horse. get off your high horse. چند بار آروم بگو بعد سعی کن سریعتر بگی. get off my get off your high horse. یعنی مغرور نباش. داره یه جوری میگه از اسبت پیاده شو. horse میشه اسب. برای اینکه حفظش کنی یادت بمونه اینجوری بگو get off your high horse. حالا میخوایم به یه نفر بگیم بابا بجم. زود باش. عجله کن. تو انگلیسی میگیم get a move on. get a move on. get a move on. تو هم با هم بگو. تلفظ اومده get a move on. move on به معنی حرکت کردن و داره میگه get a move on. بجم زود باش. عجله کن. حالا میخوایم به نفر بگیم برو گم شو. امیدوارم به کارتون نیاد ولی خب بالاخره باید بلد باشید. برو گم شو میشه get lost. و خب باید لحن جدی داشته باشید قطعا. بگید get lost. get lost یعنی برو گم شو. get lost. حتما همراه هم تکرار کن. حالا میخوایم به این نفر بگیم برو سر اصل مطلب.
برو سر اصل موضوع. مثلا تو خواستگاری ها یه هم چیزو میگن، بریم سر اصل مطلب. Get to the point. Get to the point. Point میشه نکته، که اینجا منظورش حالا همون اصل مطلبه. Get to the point یعنی برو سر اصل مطلب، یا همون حاشیه نریم، بریم سر اصل مطلب. Get to the point. میخوام بگم سرزنش هم نکن. یه نفر داره شما سرزنش میکنه و میخواید بگید این کارو بس کنه، میگید Don't scold me. Don't scold me. تلفظ اومد همراه هم بگویه بار. Don't scold me. یاد باشه نمیخواد بگی scold me. ای من گذاشتم که فقط بهتر متوجه بشه عزیزم. Don't scold me. یعنی سرزنش هم نکن. حالا میخوایم بگیم بهم گیر نده. کسی داره به شما گیر میده، میخواد بگید آقا بهم گیر نده، میگید Don't pick on me. Don't pick on me. یعنی بهم گیر نده. Don't pick on me. تکرار کن. Don't pick on me. یعنی بهم گیر نده. حالا میخوایم به این نفر بگیم هر وقت بس شد بگو. داریم نوشیدنی براش میریزیم، میخوایم بهش بگیم آقا هر وقت بس شد نوشیدنی به هم بگو. میگیم say when. Say when خیلی راحته واقعا. همین دو تا کلمه say when یعنی هر وقت بس شد بگو. Say when. اگه برای جدید این عبارت ها حتما این ویدیو رو چند بار ببین و توی روزهای مختلف بیا همراه هم تکرار کن تا توی حافظت برو. حالا بریم امیدت رو از دست نده. میخوایم بگیم امیدت رو از دست نده یا همون ناامید نشو. میگیم never say die. Never say die. ممکنه اینو توی آهنگا شنیده باشید. Never say die. یعنی ناامید نشو. امیدت رو از دست نده. دای به معنی مردن هست. Never say die. ناامید نشو. امیدت رو از دست نده. خب میخوایم به این نفر بگیم برو پی کارت. برو پی کارت تو انگلیسی میشه Off with you. Off with you. Off with you. بام تکرار کن. Off with you. یعنی برو پی کارت. Off with you. بریم بعدی. خب رژیم دارید، رژیم غذایی گرفتید، میخواید به نفر بگید که من رژیم دارم، توی رژیم هستم. میگیم I'm on diet. دقت کنید on diet، نمیگیم I'm in diet. diet میشه رژیم، رژیم گرفتن، و باید بگیم حتما on. I'm on diet. I'm on diet یعنی رژیم دارم، رژیم هستم. میخوام بگیم به هر قیمتی که شده. به هر قیمتی که شده میگیم at any cost. at any cost. cost میشه قیمت. at any cost یعنی به هر قیمتی. at any cost. تکرار کن چند بار با هم. خب میخوایم بگیم هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. تو فارسی هم خیلی اینو میگیم. وقتی از مسافرت برمیگردیم مثلا میگیم هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. باید بگیم home sweet home. home sweet home. ببین یه هوم این وره، یه هوم اون سمتشه، یه سویت وسط. سویت یعنی شیرین. home هم یعنی خونه. home sweet home میشه هیچ جا خونه خود آدم نمیشه.
هوم سویت هوم. میخوایم بگیم تجربه بهترین معلمه. تجربه به انگلیسی میشه experience. حالا جمله رو داشته باشید، میگه experience is the best teacher. teacher میشه معلم. پس جملهمون شد experience is the best teacher. تو هم همراه من بگو که توی حافظت بشینه، میگیم experience is the best teacher. حالا میخوایم بگیم تحت تاثیر قرار گرفتم. همون کلیپی که پخش شده میگه واقعا اثرگذار بود، همینه یه جوری. I'm impressed. I'm impressed یعنی تحت تاثیر قرار گرفتم، یا همون تاثیرگذار بود. I'm impressed یعنی تحت تاثیر قرار گرفتم، اثرگذار بود خیلی. I'm impressed. چند بار تکرار کن. میخوایم به نفر بگیم تو محشری. تو محشری میخوایم به نفر بگیم. میگیم You're awesome. You're awesome. یعنی تو محشری. You're awesome. تو محشری. You are awesome. خب حالا میخوایم بگیم گل کاشتی، یعنی خیلی خوب عمل کردی، گل کاشتی، کارت خیلی خوب بود. You nailed it. You nailed it. You nail it یعنی گل کاشتی. خب میخوایم بگیم من سیر سیرم. میخوایم بگیم من سیر سیرم. میگیم I'm stuffed. I'm stuffed. I'm stuffed یعنی من سیر سیرم. I'm stuffed. میخوایم بگیم نوش جان. نوش جان. Bon appetit. Bon appetit میشه نوش جان. Bon appetit میشه نوش جان. Bon appetit. خب میخوام بگیم دارم ضعف میکنم، که قطعا از گرسنگیه. میخوام بگیم دارم ضعف میکنم. I'm starving. I'm starving. Starve به معنی گرسنه بودن هست و وقتی میگیم I'm starving یه جوری یعنی دارم ضعف میکنم، خیلی گرسنمه. I'm starving. حالا میخوام بگیم دلم برات میسوزه. دلم برات میسوزه. میگیم I pity you. I pity you یعنی دلم برات میسوزه. I pity you. تکرار کن. I pity you یعنی دلم برات میسوزه. میخوام بگیم از دستت عصبانیم. از دستت عصبانیم. میگیم I'm mad at you. I'm mad at you
یعنی از دستت عصبانیم. مد به معنی عصبانی بودن هست. I'm mad at you. یعنی از دستت عصبانیم. خب ازت خیلی ممنونم که تو آخر این ویدیو همراه هم بودی و سعی کردی زبانتو تقویت کنی. یادت نره حتما حتما این ویدیو رو لایک کن و بفرست برای دوستات که علاقه من به یادگیری زبانن و ازم حمایت کن. خیلی بهم انرژی میدی. راستی اگه منو سابسکرایب نداری همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو فعال کن تا ویدیوی بعدی رو برات بفرستم. خدافظ.